داستانی کوتاه از احسان شاهین صفت برگرفته از شعر عقاب و کلاغ از دکتر پرویز خاندری. عقابی پرصلابت بود که برق نگاهش همچون رعد بر آسمانها و چنگالهای برانش همچون شمشیری خونفشان و پروازش سر بر ابرهای آسمان می‌سایید. و لانه بر قله ای رفیع داشت که در کوهستانی شگر واقع بود. عقاب پرجلال برای سالیان سال بر دشت‌های آن سرزمین حکومت می‌کرد و سایه‌اش ترسی بود بر وجود هر جنبنده‌ای و حرکت هیچ مخلوقی از چشمان پرفروغش دور نمی‌ماند. به رسم دیرینه این چرخ نیلوفری دوران شبابش به پایان رسید و چون قدرت جوانی پایان گرفت و زیبایی‌ها و توانایی‌های دوران شباب افول یافت و سفر جاودانگی نزدیک می‌نمود، غمی جانکاه بر وجودش غالب گشت و با خود گفت میبایست راهی بیندیشم. براستی برای پادشاه پرندگان این عمر چند روزه بسیار کوتاه است و بدین سان بود که بالهای عظیم خود را گشود و بر بادهای موافق سوار و در پی یافتن راه چاره عازم گشت. چون سایه پادشاه آسمانها بر فلات سرسبز پهن گشت، شبانهای بیم‌زده و نگران در پی برنوزادان روان شدند. کپکان در دامان دشت در پی پنهان شدن به خار و خسی پناه بردند و مارها در پی هر سوراخی روان گشتند. آهوان ایستادند و اطراف نگاهی کردند و رمیدند و دشت را غباری عظیم در بر گرفت. اما این بار صیاد در پی صید نبود. صیاد در پی زدودنی غمی سنگین بود که بر وجودش حکم می‌راند. شکاران را آزاد گذاشته چون فرار از مرگ کاری بود گران. در دامان آن دشت وسیع کلاغی زشت، لشت و بداندام زندگی می کرد که از نتیجه اعمال زشتش از طفلان آدمی سنگهای بسیار خورده و از بلاهای زیادی جان سالم به در برده بود. سالیان درازی از عمرش سپری شده و وجودش آکنده از کثافت و پلیدی و زشتی و مردار بود. کلاغ با دیدن عقاب پرواز کنان به سوی او شتاب و گفت ای عقاب شکوه من، کمتر چهره من به جمال شما روشن می شود. چه کاری پیش آمده که قدم رنجه فرمودید و به این مکان حقیر پا نهادید؟ عقاب گفت مشکلی پیش رویم است. اگر برایش راه حلی ارائه دهی، تا زنده هستم در راه جبران آن خواهم کوشید. کلاغ پاسخ داد ما بنده درگاه شماییم، بفرمایی که ما خدمتگزاری بیش نیستیم. چه فرمان داریم؟ در راه فرمان شما جان چه ارزشی دارد؟ من بنده فرمان شما هستم. چون در خدمت شما بودن مقامی بس عظیم است.
دریغ از جانی که آن را فدا کنم. کلاغ تمامی جملات تملق آمیز را بر زبان راند، اما در دل جملات دیگری را جاری می ساخت و می گفت: این پرنده شکاری قوی پنجه از روی نیاز چنین زار و زبون گشته، باید مراقب باشم که چون غضبناک شود در دم جانم از دست خواهد رفت. چون دوستی را بنیان نباشد، نباید استواری خود را از دست دهم. در دم پر زد و در کنار عقاب نشست. در این حال عقاب در حالی زار و افسرده گفت: عمر من همچون حبابی است که بر آب است و در هر لحظه امکان نابودی مهیاست. درست است که من تیز پرواز ترین موجود جهانم، اما سرعت زمان از من تیز پرواز تر است. هرچه با شتاب تر از در و دشت گذشتم، شتاب ایام از من سریع تر گذشت. من با این شوکت و جلاه و با این صلابت و شکوه از چنین عمر کوتاهی برخوردارم و تو با این شکل و شمایل و این ناهماهنگ اندام بد آهنگ از چنین عمر طولانی برخورداری. پدرم به سرای باقی شتاب و من نیز در راه رفتنم و تو یک گل از صد گلت نشکفت. حال به من بگو راز این عمر طولانی در چیست و سر این معما را بر من افشا کن. زا در پاسخ گفت: اگر شما در پی به دست آوردن عمری طولانی هستید، میبایست پیمان بندید و هر آنچه من گفتم بپذیرید. اگر عمر شما کوتاه هست، این گناه دیگری نیست، این اشتباه شماست. به خاطر داشته باشید از آسمان هیچ به شما نمیرسد. از این همه پرواز در سطوح بالا سودی را نصیب نیست. پدرم که بیش از 300 سال عمر کرد، مرا اندرز همی داد که بادی که از روی خاک و سطحی پایین وزیدن بگیرد، بر جان شما گزندی وارد نخواهد کرد. این باد در سطوح بالاست که از عمر شما می کاهد. هرچه از خاک فاصله بگیری، وزش باد همچون سمی بر بدن شما خواهد وزید و پیام هلاک را برای شما به ارمغان خواهد آورد. و بدین ترتیب بود که ما از پرواز بلند روی برتافتیم و عمری طولانی بیافتیم. راز دیگر خوردن مردار است که عمر مردار خوران بسی طولانی است و این رازی است نهفته در ادبار وجود مردار و بوی تعفن آن است که به ما عمری طولانی می بخشد. چاره عمر طولانی شما بسیار آسان است. در آسمان ها بیهوده چرخ نزنید و به دنبال شکار تازه در اوج نباشید و روزی خود را در افلاک مجویید. من در پس باقی خانی الوان را سراغ دارم، با هم بر سر آن خان گسترده خواهیم رفت و طعامی لذیذ خواهیم خورد و عمری طولانی را به ارمغان خواهیم برد. عقاب قبول کرد و هر دو به آن مکان رفتند. بوی تعفن بر آن مکان حکم فرما بود و مگس و زنبورهایی کثیف
در هر طرف جولان می دادند. کلاغ با خود گفت: چنین خان گسترده‌ای و این گونه سفره الوانی در خود چنین مهمانی است. و خود شروع به خوردن آن مردار نمود تا عقاب نیز از او یاد گرفته و به خواسته خود برسد. عقاب بر خوان مردار رسید و از بوی تعفن آن ادبار دل و جانش تافته و به حال دق فرو رفت و به یاد آورد که در باد صبحگاهان سحری چگونه بال می گشود و جهان را در زیر بال و پر خویش تماشا می کرد و به یاد آورد که حیوانات چگونه فرمانبردار او بودند و چگونه با احساس پیروزی فلک برایش طاق بستان پیروزی می بست. حال اوضاع خویش را نگریست که چگونه بر خاک سیاه ذلیل گشته و بر خان ادبار و مردار نشسته است و باید از کلاغی نکبت، پندخواری و زلالت بیاموزد. حس خاری و زلالت وجودش را در بر گرفت و روی به کلاغ نمود و گفت: ای یار، مرا ببخش و این خان ارزانی خودت. سالهای دراز بر سر این خان بمام و بر آن بناز و این مردار و عمر دراز ارزانی خودت و من در خور این مهمانی نیم و عمر بر سر این گنبد نمیتوان به سر بردن و بدین سان شاهوار پرندگان پر کشید و بر اوج آسمان ها به پرواز در آمد و بر کلاغ شگفت زده نگاهی انداخت و همچنان روی به عرش پر کشید. آنچنان پر کشید که با فلک یکی شد که دیگر از او هیچ نماند به جز یادی از شاهواری جهانگشا که خود را به ارزش‌های فانی این جهان نفرود. بهمن ماه 1392، احسان شاهین صفت.